بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فلا تضيع مالك وتصلح مال غيرك ما خلفته وراء ظهرك، واقنع بما قسمه الله لك، ولا تنظر إلا إلى ما عندك، ولا تتمنى ما لست تناله، فإن من قنع شبع ومن لم يقنع لم يشبع. همونطور که استحضار دارید، دنباله روایت عبدالله بن جندب از امام صادق سلام الله علیه هست. این قسمت از روایت که تلاوت شد بیشتر مربوط به مسئله زهد و قناعت. همه میدونیم که در قرآن کریم و در روایات اهل بیت راجع به زهد و وارستگی و قناعت و عزت نفس مطالب بسیاری ذکر شدیم، و در کتاب‌های اخلاقی ما، مخصوصاً اون کتاب‌هایی که بیشتر جنبه روایتی داره و استناد به روایات می‌کنند، در این باره خیلی بحث و گفتگو زیاد شد. ولی خب مثل اکثر موارد، در هر جایی یک بعد قضیه را مطرح می کنند و دیگه به سایر ابعادش نمی پردازند. این وظیفه علما و دانشمندان و فقهای در این بخش، فقها به معنای عامش، فقیهان و کسانی که دینشناس هستند و آشنا هستند به کلمات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و مبانی اسلام هست، که همه ابعادش رو با هم بررسی کنند و در موارد خاص نظر اسلام و نظر اهل بیت را بیان کنند. این که میگم چند بعد داره، به خاطر این است که یک بعد مسئله این است که انسان در درون خودش نباید دنیا پرست باشه، توجهش به امور مادی و زودگذر دنیا باشه، تعلقاتش متمرکز در شهوات و لذات زودگذر دنیا نباشه، بلکه همتش بلندتر باشه، دوراندیش باشه، آخرتگرا باشه، توجه داشته باشه به این که این زندگی چند روزی بیش نیست، میگذره و زندگی ابدی و حقیقی در عالم دیگری است. بر اساس این بینش، همه زندگی دنیا نه تنها اون چه نصیب او میشه یا نصیب افرادی که او میشناسه، بلکه کل اون چه در این عالم دنیا هست نسبت به عالم آخرت پشیزی به حساب نمیاد، و اینکه یه چیز محدود متناهی است و عالم آخرت نامتناهی، و بین متناهی و نامتناهی هیچ نسبتی وجود نداره. اگرم بگیم یه چشم هم زدن، بازم کم گفت، زیاد گفتیم. یه چشم هم زدن رو ما مقایسه میکنیم با یک زندگی 100 ساله مثلا، میگیم این چیزی نیست. یعنی در مقابل عمر 100 ساله ای که آدمی زاد داره، یه چشم هم زدن چیزی نیست. ولی از نظر ریاضی همون چشم هم زدن یک
درصدی از ثانیه هست، یک زمانی رو داره، یه امتدادی داره و این امتداد چشم هم زدن یک نسبتی با صد سال داره. حالا ما نتونیم درست حسابش بکنیم ولی محاسبه دقیق داره. ما امروز میدونید تا یک صدم و یک هزارم ثانیه هم با ادوات علمی اندازه گیری میکنه. یک صدم ثانیه هم امروز یک زمان قابل توجهی است در علوم و حتی در امور عادی. گاهی یک صدم ثانیه یک دونده یک کسی جلو میشه مسابقه رو میبره، چرا سه به مسائل فیزیک و ریاضی و مسائل فضایی و اینها که مقیاس اونجاها خیلی دقیق. به هر حال یک چشم هم زدن هم مقداری از زمان میگیره و نسبت به صد سال عمر ما یه نسبتی رو داره برای، اما همه عمر دنیا را از اولش که آفریده شده تا آخرش که تمام بشه، چه اون چه در کره زمینه، چه اون چه در کرات دیگر از منظومه شمسیه، چه اون چه در کهکشانهاست، اون کهکشانهایی که گاهی میلیاردها سال نوری با ما فاصله دارند، همه اینا را وقتی با زندگی آخرت حساب کنیم هیچ نسبتی نداره. یعنی از نسبت یک چشم هم زدن به صد سال عمر هم کم داره، چون بالاخره اینا متناهیست و عالم آخرت نامتناهیست. این بینش اسلامیست، این بینشیست که ادیان الهی پیغمبران خدا به انسان ارائه میدن. وقت زندگی ما یه صد ساله که در اینجا زندگی میکنیم چی حساب میان؟ چقدر برای این باید ارزش قائل بشیم؟ این یه مسئله است که ما در ته دلمون تعلقی، دلباختگی، فریفتگی نسبت به دنیا و زخارف دنیا نداشته باشیم. هر چه در این زمینه بحث بکنیم و گفتگو بکنیم کم کردیم، چون بالاخره آخر حقش ادا نمیشه. خیلی کمتر از آن است که ما فکر میکنیم. این یه مسئله است. بیانات اخلاقی و اون چه در این زمینه راجع به ناچیز بودن دنیا و کم اهمیت دنیا ذکر شده ناظر به این مسئله است که بر اساس یک بینش عمیق علمی فلسفی اعتقادی مبتنی است و چنین اقتضایی رو داره که آدم نباید همه دنیا رو چیزی به حساب بیاره در مقابل آخرت. یه مسئله دیگه مربوط هست به این که انسان برای زندگی این دنیاش باید تلاش بکنه. سنت الهی بر این است که این نیازهایی که در همین زندگی دنیا داره باید با زحمت خودش به دست بیاره، کل بر دیگران نباشه. درسته که همه این زندگی دنیا محدود است، از یک چشم هم زدن هم کمتره، اما همین زندگی محدود است که سرنوشت زندگی نامتناهی را می‌سازد. اگر ما در زندگی نامتناهی ابدی خوشبخت باشیم، در نعمت باشیم، مال همین کارهایی که در همین زندگی دنیا کردیم. اگر بدبخت بشیم به عذاب ابدی هم مبتلا بشیم، اونم نتیجه همین کارهایی است که تو همین زندگی محدود کردیم. پس از یک طرف از جهت خودش این زندگی دنیا هم چه ارزشی نداره، نسبت به آخرت چیزی حساب نمیشه، اما از جهت تأثیری که در زندگی آخرت داره هم پایه زندگی آخرت ارزش داره. اینه که اونو میسازی. عمر دنیا چقدر ارزش داره؟ بی نهایت ارزش داره. چرا؟ برای اینکه نتیجهش بی نهایته، یا بی نهایت نعمت و ثواب یا بی نهایت عذاب و عقاب. این یک بُعد دیگر قضیه است. پس برای لذت‌های دنیا نباید حسابی باز کنیم، چیزی نیست، اما برای عمری که در این دنیا داریم خیلی باید حساب باز کنیم. هر چشم به هم زدنش را مفت نباید از دست بدیم، برای اینکه هر یک لحظه‌اش در زندگی ابدی ما هست. اینم یک بُعد قضیه است. حالا که این زندگی ما باید اینجا باشیم، به هر حال این زندگی 50-60 ساله 100 ساله رو باید بگذرونیم تا سعادت ابدی رو برای خودمون کسب کنیم،
خب باید اینجا زنده بمونیم تا این کار رو بکنیم. این زنده موندن در اینجا و اداره کردن زندگی فردی و لوازمش زندگی خانوادگی و بعد تأثیرش در زندگی اجتماعی احتیاج به فعالیت داره، باید کار کرد. سنت الهی بر این است که انسان باید در اینجا زحمت بکشه، هم نیازهای فردی خودش رو تأمین کنه، هم زندگی خانوادش رو بچرخونه، هم به جامعه کمک کنه. حالا چرا سنت خدا این است؟ اون سر جای خودش، چون تا اینها نباشد زمینه امتحان فراهم نمیشه. زمینه امتحان که نبود انتخاب نیست، زمینه انتخاب که نبود رشد انسانی نمیشه. رشد انسانی که نبود اون ثوابهای اخروی هم پیدا نخواهد شد. اون ثوابها مال انتخاب آگاهانه انسانی است، مال فعالیتهای جبری نیست. پس سنت الهی در این است که باید اینجا تلاش کنیم، کار کنیم، هر کسی روزی خودش رو باید دست بیاریم. حالا زحمتی که برای روزی میکشیم ما با زحمات دیگری که باید بکشیم، با تکالیف دیگری که داریم چه نسبتی داره؟ این است که پیدا کردن این جدولها و اولویتها و اهمیتها، این کار فقیهان دینشناسی است که در این زمین ها زحمت بکشند، از تجربه ها هم استفاده کنند، اون وقت اول وظیفه خودشون رو بفهمند، بعد به دیگران کمک کنند. و البته مسائل مبهم و مشتبه و اینها هم در اینجا زیاد پیدا خواهد شد در تعیین اولویت ها. تحصیل الان برای من اولویت داره یا غیر تحصیل؟ دورانی که به تحصیل اختصاص میدم چقدرش رو باید عبادت کنم؟ حالا شب مطالعه برای من اهمیت داره یا نافله خوندن بیشتر اهمیت داره؟ صبح زود برم پای درس بیشتر اهمیت داره یا قرائت قرآن بکنم، دعای صباح بخونم یا دعای عهد بخونم برای من بیشتر اهمیت داره؟ ورزش بکنم بیشتر برای من اهمیت داره یا استراحت بکنم؟ و چیزهای همه اینها فرمولای خاص خودش رو داره، باید گشت و پیدا کرد که بر اساس اون آدم برنامه‌شو بریزی. یکی از مسائلم اینه که چقدر باید برای تأمین زندگی دنیا تلاش کنم. حالا یه وقت شخص من ملاکه که به عنوان این که مثلا یک طلبه هستم، درس خون هستم، چه کار باید بکنم؟ یکی که هر انسانی در نظر بینش اسلامی چقدر باید برای زندگی دنیا تلاش کنه به عنوان یک مجموع وظایفی که به عهده جامعه اسلامی است. حالا هر فردی ممکنه استثناءاتی داشته باشید. فرض کنید سربازی که در جبهه می جنگه اون که نمیتونه به کار تولیدی بکنه. پرستاری که تو بیمارستان کار میکنه که نمیتونه کار تولید بکنه، اون باید خدمات انجام بده. اما کشاورزی که تو مزرعه کار میکنه یا کارگری که تو کارخونه کار میکنه حسابی جداست. مدیری هم که توی اداره خودش کار میکنه اونم مغزش رو با کار بندازه برای مدیریت، اونم یه حساب دیگه داره. طلبه و استاد اینا هم حساب هر کدوم حساب خودشون داره. اما در جمع این جامعه آیا باید برای کسب امور مادی و دنیوی، مال، ثروت تلاش بکنه یا نه؟ این مسئله که امروز ما باش مواجه هستیم، مخصوصا وقتی توسعه مطرح میشه. خب میدونید چند سال است که به خصوص بعد از دوران جنگ و اینها یکی از مسائلی که در سطح جامعه ما مطرح است اینه که برنامه‌هایی برای توسعه اقتصادی داشته باشیم. از همون وقتی که این مسائل مطرح شد یه بحث‌های فکری و نظری هم اطرافش مطرح شد که آیا اصلاً اسلام توسعه اقتصادی را می‌پذیره یا نه. باید فکری کرد که سطح ثروت ملی ما بالا بره، سطح زندگی مردم بالا بره یا نه. باید کاری کرد که مردم مسلمان یه نون جویی بخورند، نون نمکی و برند عبادت کنند بیشتر. این از بحث‌های عادی گذشت به بحث‌های آکادمیک کشیده شد. سخنرانی‌ها، کنفرانس‌ها، سمینارها گذاشته شد، مقالات در این زمینه‌ها نوشته شده و بحث‌ها، و کسانی هم از این شرایط سوء استفاده‌هایی کردند. از جمله کسانی به اسم دلسوزی ولی با نتیجه دیگری، حالا انگیزشون رو خدا میدونه، به اسم دلسوزی کارهایی کردن و بحثایی کردن که
معناش این بود که یا باید دین را بپذیریم یا پیشرفت اقتصادی را. و این مسائل را مطرح کرد که اصلا دین با پیشرفت، با توسعه اقتصادی اینا سازگار نیست. دین دعوت به زهد و قناعت و دوری از دنیا و اینا میکنه. پس اگر کسانی دین دار هستن، اگر انقلاب اسلامی است، صحبت از توسعه نباید بکنیم ما، بلکه برگردیم به این که همینی هم که داریم کمش کنیم. و این بود که این بحث ها گاهی به صورت با آهنگ های علمی و اینا مطرح میشه و مغالطاتی است، خلط بین حیثیت های مختلف بحثی. آیا اسلام گفته که ثروت دنیا در دست مسلمان ها نباید باشه؟ ما همچه دستوری داریم، همچه توصیه‌ای در اسلام داریم، همچه بینشی داریم ما. هر کسی که ثروتی از نعمتهای خدا، مجموعه از نعمتهای خدا در دستش باشه، از نظر اسلام مذمومه؟ همچیزی داریم ما؟ در قرآن داریم ما از یکی از پیغمبران بزرگ که در دعاش میگه رب هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. البته از دیدگاه یهود و نصارا سلیمان پیغمبر نبود و علیاذ بالله یه جوری دیگری بود، ولی از دید ما حضرت سلیمان یکی از پیغمبران بزرگیه. پیغمبری خدا که در قرآن اینقدر از ستایش شده، هم خدا میفرماید از نعمتهایی که بهش دادیم چنین و چنان بود، باد را مسخرش کردیم، جنیان را مسخر کردیم، وحوش را مسخرش کردیم، شیاطین را مسخرشون کردیم، برای اوس کاخها ساختن، کاخها از بلور که شاید امروز ما در عالم هم نمونهش نداشته باشیم، که وقتی بلقیس وارد کاخ سلیمان شد خیال کرد اینجا یه نهر آبه، بعد از این آب عبور کنن، شلوارش کشید بالا، لباساش جمع کرد که میخواد وارد آب بشه. گفت انه صرح ممرد من قواریر، این کاخ آینه است، این کاخ بلور آب نیست. یه همچه کاخی سلیمان داشت و نعمتهای عظیمی که در قرآن اشاره شده بیشت. اینجور نیست که نعمت خدا همیشه بد باشه. در سیره پیغمبر اکرم ائمه اطهار، زاهدترین امامان ما، در احوالاتشون وقتی میخوایید میبینید سالی صدها برده آزاد میکردن. برده آزاد کردن کار آسونی نیست. درسته حالا امروز برده این نیست که آدم تا ببینه تو بازار چقدر قیمتشه، ولی برای قیمت یک انسان است که در یک عمری در اختیار فرد قرار میگیره، از کارش استفاده میکنه و احیانا از مهارتهاش، از هنرهاش و خیلی چیزهای دیگه. خب کسی که 100 تا برده میخواد آزاد بکنه، این پولش از کجا میاره؟ این پول نداشته باشه با یه نون جو میخواد زندگی بکنه، چطور 100 تا برده میخواد آزاد بکنه؟ یا مثلا حضرت امام حسن سلام الله علیه چند بار در عمرش ثروتش رو بین فقرا تقسیم کرد، تنصیف کرد، نصفش رو میذاشت برای خودش، نصفش رو به فقرا تقسیم کرد، به هر کدوم از فقرهای مبالغ نمیرسید. اینجور نبود که همه یه لاقبا باشند و عرض کنم که به زور شبانه روز یه لقمه نون جو گیرشون بیاد بخورن یا نفشکم گرسنه بمونن. بله کم استفاده میکردن، ولی این غیر از نداشتن است. یه مسئله است قابل بحث که واقعا اسلام میخواد ثروت دنیا در دست مسلمان ها باشه یا نه. میخواد مسلمان ها زبون، خار، گرسنه، بیکاره، بی مهارت، بی هنر، بی علم، بی صنعت، عقب افتاده، توسری خور،
اسلام اینجور خواسته؟ این یه حیثیت دیگری است. کار کردن، تولید ثروت کردن، مالک ثروت شدن، ثروت رو در راه خدا صرف کردن، اینا یه مسئله است. دلبستگی به مال دنیا و اهمیت دادن به دنیا در مقابل آخرت یه مسئله دیگری است. اتفاقا یکی از تئوری‌هایی که امروز در مسائل اجتماعی اقتصادی دنیا مطرح هست اینه که یکی از عواملی که موجب پیشرفت صنعت در دنیا شده این است که مسیحیان مخلص کم مصرف میکردن، زیاد پسنداز میکردن. این اموال پسنداز شده موجب این شد که سرمایه های بزرگی بشه، بشه کارهای بزرگ صنعتی که اخلاق پروتستانتیسم. آقای ماکس وبر کتاب نوشته در این زمینه و توجیه این که چگونه سرمایه داری در اروپا شکل گرفت و رواج پیدا کرد، لااقل یکی از دلایلش اخلاق پروتستانتیسم میدونه. یعنی اینا مردمی بودن کار میکردن، کم مصرف میکردن. وقتی کم مصرف میکردن پسندازشون زیاد میشد. این انباشته شدن پسندازها موجب این شد که سرمایه های کلان به وجود بیاد. از سرمایه های کلان کارهای صنعتی عظیم کردن. حالا این توجیه درسته یا نه من کاری ندارم. منظورم اینه که کار به اینجا رسیده که کسانی فکر میکنن صرف جویی کردن، کم مصرف کردن اصلا باعث رشد اقتصادی است. البته عکسش هم نظریاتی هست، من حالا نمیخوام بحث اقتصادی رو بکنم اینجا. این دو مطلبی، نداشتن ثروت یه حرفه، دریوزیگی و گدایی یه حرفه، زبونی و پستی و حقارت یه حرفه، مناعت طبع، عزت نفس، بی‌اعتنایی به دنیا، پارسایی، پیراستگی، وارستگی، بی‌اعتنایی به دنیا حرف دیگری است. ممکنه کسانی نون شب هم نداشته باشند اما دنیا پرست باشند، عاشق دنیا گیرش نمیاد. یکی هم ممکنه ثروت دنیا رو در اختیار داشته باشه و آخرت پرست باشه، آخرت خواه باشه، دشمن دنیا هم باشه. اونطور که ائمه اهل بیت و تربیت یافتگان راستینشون بودن که تل طلا در مقابلشون با تل خاکستر مساوی بود. خواستم در این فرصت استفاده کنم عرض بکنم سفارشاتی که راجع به قناعت و زهد و اینها شده، معناش این نیست که کار نکنید، تولید نکنید، ثروت نداشته باشید، بلکه از دیدگاهی لااقل به عنوان ثانوی برای حفظ عزت اسلامی در مقابل دشمنان واجب است کسب ثروت. برای اینکه مسلمان در مقابل کفار خار و سرفکنده نموشن، دستشون پیش اونا دراز نموشی، هیچ دلیلی دیگه نداشته باشه، لااقل برای حفظ عزت اسلامی این کار واجب. البته واجب بازم واجبای متزاحم داریم، ما باز فکر نکنین این تنها واجبه، خیلی واجبات دیگه هم داریم، اینم یکی از واجب. و این هیچ ربط، هیچ منافاتی نداره با زهد. زهد در مصرف است، اونم باز نه تنها در اون مصرف از اون جهت که مصرف است، بلکه از دلبستگی، عدم دلبستگی و بی‌اعتنایی. این مهمه. اون چی اسلام در صددش هست که افراد تربیت کنه با روح قناعت، با روح زهد، اینه که دل به دنیا نبندن، نه دنیا نداشته باشند. این دو حیثیت را هم باید کاملا از هم تفکیک کنیم. بنابراین توسعه اقتصادی با روح زهد هیچ منافاتی نداره. این مقدمه ای بود. یکی از مسائل اخلاقی که در ارتباط به کسب مال اینها پیدا میشه اینه که کسانی هستن پول جمع میکنن، کم کم خود پول براشون موضوعیت پیدا میکنه، داشتن پول براشون، چون پول و ثروت ابتداعا برای انسان
جنبه ابزاری داره، وسیله است برای رفع نیازها. پول را میخوایم برای اینکه غذا بخریم، لباس تهیه کنیم، خانه بخریم، وسایل دیگه تهیه کنیم. برای کسانی پول میشه خودش مطلوب به ذات. گفت یه نفر شب پولاشو در می آورد اینجا دور هم میچیند و میگفت یک کسی تو خطاب میکرد به پولا، میگفت یکی تو را میخواد که باید غذا بخره، یکی تو را میخواد باید لباس بخره، یکی تو را میخواد برای اینکه خونه بخواد، اما من تو را لنفس ذاته که دوست دارم. حالا بعضی هاشون خود پول برایشون مطلوب به ذاته، چه راهی مصرف بشه مهم نیه، همین پول داشته باشن این مهمه. خب طبعا خودشون هم مصرف نمی کنن. وقتی پول مصرف نکردن چطور میشه؟ تو حساب ها انباشته میشه، یا جاهایی که برای ذخیره پول پیدا میکنن. بعد نصیبی که میشه، بهترین راهش نه که نصیب وارثاشون میشه، اگه دوز نبره، اگه خراب نشه، اگه فاسد نشه، بهترینش نه که نصیب وارثا میشه. پس جمع میکنه برای دیگران. این کار عاقلانه ایست. آدم زحمت میکشه، پول در بیاره، خودش مصرف نکنه، بیزای برای دیگران. پس تو نوکر دیگران هستی؟ البته وقتی آدم زحمتی کشید، خودش هم اصراف کرد، عمل کرد، استفاده کرد، وظایف شرعیش هم عمل کرد، مالی موند، حق وارث هست، حق بیست خدا قرار داده، اونم حکمت هایی داره. اما اینکه آدم خودش استفاده نکنه، اینا میگن لعامت. از ثروت خودش استفاده نکنه، هی بذاره باشه، بعدم گیر وارث بیاد. حالا وارث چیکار بکنه باش خدا میدونه. باز نقص کردم اگه دوز نبره و فاسد نشه و هزار اشکال دیگه هم به هم نزن. این خیلی کار نابخردانه است. یکی از متا ارزش هایی که در باب ثروت و مال مطرح میشه اینه که خودت استفاده صحیح بکن ازش. نیازهایی که خودت داری از این مال استفاده کن و بالاتر این مال را در راه آخرت به کار بگیر که این بشه ارزشش بی نهایت. این اسکناس که امروز دست تو هست میتونی باش یه نان بخری، یه ارزش محدودی است، اما اگه اینو در راه خدا بدی ارزشش میشه بی نهایت. بفهم این را و ازش این استفاده را بکن. فلا تضیع مالک و تصلح مال غیرک. مال خودت رو تباه میکنی، فاسد میکنی، ازش استفاده نمیکنی، مال رو برای دیگران درست میکنی. چطور مال برای دیگران درست میشه؟ ما خلفته وراء ظهرک، اینکه جا میذاری برای بعد از مرگ خودت. پس مال درست کردی برای دیگران؟ اینجوری نباش، خودت استفاده کن از مال. وقنع، این یک نکته. مسئله دوم همون قناعت و زهد بود که عرض کردم. وقنع به ما قسمه الله لک، روح قناعت. روح قناعت یکی در مقابل عزت نفس، در مقامی که توأم با عزت نفس هست مطرح میشه، یعنی آدم چشم طمع به مال دیگران نداشته باشه. به هر حال هر کسی تلاشی میکنه یک حد، یک مقدار محدودی از اموال دنیا در اختیارش قرار میگیره، توانش محدوده، شرایط خاصی هست، همه ثروت رو یه نفر جمع نمیشه، یه مقدارش هم دست دیگرانه. حالا یه وقت تنبلی میکنه و حتی اون اندازه‌ای که باید به دست نمیاره، خب اون که ما مسئولیم. تنبلی نکرده، مقداری دست آورد ولی محدوده، هی چشمش به مال دیگرانه. عجب، اون عجب خونه‌ای داره ما نداریم، ما عجب ماشینی داره ما نداریم و الی آخر. این روحیه بدیست، هم حسادت ببره به دیگران و هم اینکه بخواد از مال دیگران بهره ببره. اسلام میخواد انسان طوری تربیت بشه که اونی که مال خودش ازش استفاده به همون قانع و دل خوش باشه. چه کار کنیم این روحیه پیدا بشه؟ از مایه های توحیدی باید استفاده کرد که خب خودش یک باب مفصلی است، مسئله توحید افعالی، مسئله قضا و قدر، مسئله روزی و چیزهای از این قبیل که حالا جای بحثش نیست. به هر حال ما همه معتقدیم که انسان یه روزی داره که خدا براش مقدر فرموده. حالا این با کسب و کار
چگونه میسازه یا نمیسازه اون برای جای بحثش نیست. اجمالا همه ما این اندازه رو قبول داریم که هر کسی یک روزی داره که برای او مقدر شده، قسمتشه. سعی کنه به همین قانع باشد. قانع باشه یعنی چی؟ یعنی چشمش دنبال مال مردم نباشه. اگر این روحیه در آدم پیدا شد که به اون چه دارد قانع باشد، همیشه شاد خواهد بود. و برعکس اگر این روحیه درش نباشه، همیشه غمگین است. هر چه ثروت داشته باشه، بازم بالاخره یه مقداری ثروت در دست دیگرانه، میگه چرا اون دست من نیست. وقتی روحیه قناعت نبود، همیشه آدم طلبکاره، همیشه کمبودهاشو میبینه، همیشه چشم میدوزه به چیزهایی که دیگران دارن و همیشه ناراحت خواهد بود. پس برای اینکه آدم آرامش و راحتی داشته باشه، باید این روحیه قناعت رو در خودش تقویت کنه. اینی که خدا نصیب من کرده، حالا نصیب من کرده منافات نداره با زحمتی که خودش کشیده، عرقی که ریخته تا این را به دست آورده، اون وقت شد مال خودش و شد اون چیزی که خدا برای او قسمت کرده. اون وقت به اون قانع و خوش باش. کمبودها را نگاه نکنه، به بودها و اون نعمتهایی که خدا بهش داده دل خوش باش. فإن من قنع شبع، کسی که روحی قناعت داره سیر میشه، اما کسی که روحیه قناعت نداره همیشه گرسنه است، یعنی همیشه احساس کمبود میکنه. بعد میفهمند و خود حضر که من آخرت که دیگه وقت گذشته، از همه اون چند در اختیار داری فقط برای تأمین نیازمندی های زندگی دنیا استفاده نکن، فکر این باش که از این اموال برای سعادت آخرتت هم بهره بگیری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا دلهای ما را از نور ایمان و معرفت روشن بفرما، ما را در راه شناختن وظایف و انجام وظایف موفق بدار. روح امام راه را با ارواح انبیا و اوصیا محشور بفرما، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، دشمنان اسلام را سرکوب بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.